توی هر قسمت از این برنامه 5 فیلم خیلی خوب بهتون معرفی میکنم که ندیدنشون معادل از دست دادنه. چیز مهمیه و دیدنشون فوق‌العاده لذت بخشه. به سلام، چطوری؟ من احسان منصوری هستم. ماجرا اینه که من توی صفحه اینستاگرامم معرفی 1 دقیقه فیلم های خیلی خوب دارم. توی هر قسمت از این برنامه قراره 5 تا از اون فیلم ها و اون معرفی ها رو که اسم برنامهش پاپ کورن ببینید، به اضافه توضیحات تکمیلی در مورد اون فیلم خیلی خوب، به اضافه نظرات مردم و نظرات مخاطبین صفحه اینستاگرام که چند درصدشون این فیلم رو پسندیدن و چند درصد نپسندیدن، و علاوه بر اون توضیح میدم هر کدوم از این فیلم ها مناسب چه نوع سلیقه‌ای‌اند و اگه سلیقتون چه جوریه این فیلم رو ببینید لذت خواهید بود. فکر میکنم انتهای هر قسمت از این برنامه حداقل 2-3 فیلم که با به طبعتونه سید میکنید و از تماشاش لذت خواهید بود. واقعا اینجا قراره با سینما حال کنیم. پس کانال یوتیوب رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، صفحه اینستاگرام رو فالو کن، توی هر دوتاش لایک داشته باش و کامنت بذار. Good. فیلم اولی که معرفی میشه اسمش هست Wild Tales، یعنی داستانهای وحشی. ژانرش کمدی سیاهه، کارگردانش دامیان زیفرونه، محصول آرژانتین سال 2014. آماده ای برای معرفی اولی فیلم؟ برو بریم. میخوام یه فیلم خیلی خوب بهتون معرفی کنم، خنددار، متأثر کننده و خونین. Wild Tales یا همون داستانهای وحشی. یه فیلم آرژانتینی اپیزودیکه که 6 قصه مجزا از همدیگه داره که یه نقطه اشتراک دارن: خشم، انتقام. اپیزود مورد علاقه خود من که شاهکاره قصه سومه، یه داستان جاده‌ای که خیلی مسخره، سر هیچ و پوچ. حالا تقریبا هیچ و پوچ تبدیل به یک فاجعه میشه. اگه طرفدار روانی بازی های تارانتینوی هستین این فیلم رو هم حتما ببینید. این فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال 2015. نگاهی داره به خشونت و وحشیگری انسان در لحظات خاص. انسان مدرنیته میخواد بگه آدم مدرنیته توی لحظاتی به طرز عجیب و غریبی میتونه وحشی باشه. نمره IMDb‌ش 8.1، راتن تومتوزش 94% و متاکریتیکش 77. 71% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلم رو پسندیدن. حالا در چه کسایی میخوره؟ کسایی که علاقمندن به فیلم‌های کوتاه، کسایی که علاقمندن به فیلم‌های اپیزودیک از این فیلم لذت میبرن، اونایی که از فیلم‌های اسپانیش، آرژانتینی خوششون میاد از این فیلم احتمال زیاد لذت میبرن، اونایی که طرفدار فیلم‌های هیجان انگیز و اندکی تلخن احتمال زیاد از این فیلم لذت خواهند برد. بریم سراغ پیام‌های مردم. پیام منفی: اصلا دوست نداشتم. نیازی نبود برای دادن پیام اخلاقی به این واضحی 2 ساعت علافمون بکنه. خب با این دیدگاه ما خیلی از آثار بزرگ سینما رو نباید ببینیم. مثلا 12 مرد خشمگین میخواد بگه که قضاوت نمیشه به این راحتی ها قضاوت کرد. حرفش یه خطه، اما تا اون اثر رو کامل نبینی به جونت نمیشینه، اثر رو نمیذاره که. پس مخالفم با این کامنت کاملا. پیام مثبت: به طور ناگهانی جذبش میشی، مثل جذب شدن به حرفهای یک غریبه در اتوبوس. پیام جالبی بود. لطفا هر کس این فیلم رو دیده نظرش رو کامنت بکنه تا کمک کرده باشه به دیگران برای اینکه تصمیم بگیرن این فیلم رو ببینن یا نه و به دردشون میخوره یا نه. اگه فکر می‌کنی این فیلم با روحیت سازگاره و به درد الانت میخوره، اسمش رو ببر توی لیستت. چون ما الان با الانمون فرق میکنه. ممکنه الان از دیدن یک فیلم لذت ببریم، چند وقت دیگه بسته به شرایط روحیمون از تماشاش لذت نبریم. کی ویولنسیا؟ فیلم دوم، گرین بوک، کتاب سبز. ژانر کمدی درام بیوگرافی. کارگردان پیتر فارلی. محصول آمریکا سال 2018. سلام، فیلم امروز گرین بوک. تونی لیپ این شخصیت جذاب نگهبان یه باشگاه شبان است که آدم ها به نفعشون اونجا بدمستی نکنن. خشن، خانواده دوست، به شدت نژادپرست
و حاضر برای آسایش خانوادهش از هر طریقی پول در بیاره. اینو داشته باشید، حالا یک کار نونابدار بهش پیشنهاد میشه، محافظت از یه پیانیست معروف و زبردست که یه تور توی آمریکا میخواد برگزار بکنه که از قضا سیاه‌پوسته، خیلی هم مغروره، خیلی هم دلش میخواد دستور بده. مارشال آلی برای یه فیلم اسکار گرفته. ویگو مورتنسن هم اگه براتون آشناست به خاطر فیلم ارباب حلقه هاست. اینا دو تا کاراکتر کاملا متضاد از هم دیگه که کنار هم قرار گیریشون فوق العاده شد. گرین بوک بر اساس یک داستان واقعی. مارشال آلی و ویگو مورتنسن بازیگران اصلی این فیلم هستن. نمرش در IMDb 8.2، در سایت راتن تومیتوز 78%، خیلی عجیبه، و متاکریتیک 69%. 86% مخاطبان صفحه اینستاگرام من این فیلم رو پسندیدن، خیلی آمار خوبیه. نامزد 5 جایزه اسکار بوده که 3 تاشو برده: بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اورجینال یا غیر اقتباسی، و بهترین بازیگر مکمل مرد برای مارشال آلی. اگه به فیلم‌های شخصیت محور علاقه‌مندید، این فیلم به دردتون می‌خوره. دو تا شخصیت جذاب داره که شیمیشون با هم دیگه در اومده، ولی من شیفته شخصیت ویگو مورتنسن هستم. من احساس می‌کنم گاهی فیلم‌هایی که در مورد نجات پرستی، علیه نجات پرستی هستند و فیلم‌هایی که بیوگرافی هستن، گاهی به ورطه کندی و خسته کنندگی می‌افتن. برای من اینجوری بوده، اما این فیلم اصلاً دوچار این ضعف نمیشه. 23 میلیون دلار هزینه کردن، 232 میلیون دلار فروخته این فیلم. فیلم شاد و شنگولی، خوشحال کننده است. اگه نیاز داری به تماشای چنین فیلمی به دردت می‌خوره. این فیلم فوق‌العاده است. به نظرم از اون دست‌فیلمایی که هر کسی باید یه بار ببینه. بازیگری عالی بود. یه پیش به پیشنهاد شما دیدمش و سکانس به سکانسش عالی بود. شاهکار، از بهترین. ببین اکثر واقعا کامنت ها مثبته. هر کس فیلم گرین بوک رو دیده کامنت کنه و نظرش رو در موردش بنویسه. اگه این فیلم به دردت میخوره و به حال و هوای الانت میخوره، ببر توی لیست تماشا. فیلم سوم یکی از بهترین فیلم های عمرم، اولد بوی. روانشناسانه، اکشن، نوار، هیجان انگیز. کارگردان پارک چان ووک، محصول کره جنوبی، سال 2004. مراقب باشید، یه نسخه هالیوودی ازش ساختن. من دارم در مورد نسخه کره ای صحبت میکنم. کره ای شو ببین. دیدی بعضی وقتا خودت میپرسی فیلم شاهکاری هست من ندیده باشم؟ اولد بوی رو دیدی؟ این داستان یه مرد تقریبا معمولیه که یه شب میدوزدنش و زندانیش میکنن. خودتو بذار جاش. زندانی شدی؟ نمیدونی کی این کار رو باید کرده، نمیدونی چقدر باید اینجا باشی و نمیدونی به چه جرمی این اتفاق برات افتاده. بارها مرز جنون رو رد میکنه، بارها خودکشی میکنه، و بازم نجاتش میدن و زندانیش میکنه. 15 سال توی اون زندان میمونه. بعد از 15 سال یه روز چشاشو باز میکنه، میبینه آزاده. حالا میخواد ببینه کی این کار رو باش کرده و چرا، و انتقامشو بگیره. قصه پیش میره، پیش میره، پیش میره، آخر جوری غافلگیرت میکنه که مغزت منفجر شه. بوم. پاک چان ووک، کارگردان دیوونه لعنتی فوق‌العاده این فیلمه. میخوام بگم کره جنوبی فقط جومونگ و جواهری در قصد نیست، سینمای روز و فوق‌العاده دنیا است. نمره IMDb 8.4، راتن تومیتوز 82%، و 79% مخاطبان صفحه اینستاگرام من این فیلم رو پسندیدن. اولد بوی برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد. فیلمی سراسر غافلگیری، هیجان و خلاقیت. هنگم خوبی رو تا انتها رفت این فیلم. شاهکار کلمه کوچیکیه واسش. حتی اونایی که معتقدن مزخرفه، قطعا دلیلشون چیزی جز ترکیدن مغزشون نمیتونه باشه. نظر منفی. واقعا حیف نت. جزو بدترین فیلمایی بود که دیدم. زبان اصلی ببینیم یا دوبله؟ توصیه همیشه گیمن. زبان اصلی ببینید، بازیگر فارسی. هر فیلم با زبان خودش، با اون حس در لحظه بازیگر. هرچند فیلم خوش ساختیه، ولی داستان کثیفی داره. پیشنهاد میکنم نبینید. من پیشنهاد میکنم ببینید. نمیدونم چه بگم جز اینکه یکی از بهترین فیلمایی که دیدم و اتفاق، روند اتفاق افتادنهای سورپرایز کننده در این فیلم پایان نداره. اگه از فیلمهای سورپرایز کننده خوشت میاد، اگه از فیلمهای مریض خوشت میاد، به دردت میخوره. اگه اهل تجربه کردن هیجان در سینمایی، اگه روتین اذیتت میکنه و اگه مثل من خولی، اولد بوی به دردت میخوره، تماشاش کن. اما اگه داستان‌های سهمگین و ناراحت کننده خیلی اذیتت میکنه، توصیه نمیکنم تماشاش کن. لطفا اونایی که فیلم سینمایی اولد بوی رو دیدن کامنت کنن، و اونایی که فکر میکنن به حال احوالشون میخوره، ببرن توی لیست تماشا. فیلم چهارم، درایو، رانندگی.
اکشن درام، کارگردان نیکولاس ویندینگ رفن، محصول آمریکا سال 2011. یه شخصیتی داریم که رانندگی میکنه. رایان گاسلینگ، رانندگی مرموز، کم حرف و کاریزماتیک فیلم درایو. روزا برای فیلم‌های هالیوودی و شب‌ها برای سارقین و تبهکارایی که می‌خوان از دست پلیس درن. حالا این آدمه به یه خانومی که با پسرش توی همسایگی زندگی میکنه علاقه‌مند میشه و بهشون نزدیک میشه. این خانواده‌ای که به شدت مورد علاقه راننده فیلم هستن، توسط یه باند خلافکاری خیلی حرفه‌ای تهدید میشن. اما این باند حرفه‌ای نمیدونه که خودش رو توی یک خطر خیلی بزرگتر داره قرار میده، چون قهرمان قصه ما خطرناکتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. یه عاشق و دلباخته آرومه، یه عقرب درون داره. این فیلم یه سکانس شاهکارم داره با این نورپردازی عجیب و دکوپاژ و اتفاق فوق‌العاده که من نه میتونم کامل نشونتون بدم نه میخوام. بازیگران این فیلم رایان گاسلینگ، کری مولیگان و برایان کرانستونن. جالبه بدونید نویسنده فیلم نامه این فیلم حسین امینی، نویسنده ایرانی الاصل، که فکر میکنم لذت تماشای این فیلم برای خیلی ها دوچندان کنه. درایو یه فیلم اکشن آرومه و به نظر من یه فیلم اکشن عاشقانه است. مثل خود شخصیت اصلیش که خیلی آرومه، عاشق پیشه است، اما یه روی پنهانه به شدت خشن عقرب گون داره. مثل دقیقا سکانسی که توی معرفی فیلم گفتم، سکانس آسانسور، همه چی آروم عاشقانه است اما خشن هم است. کل فیلم انگار می گنجه توی اون سکانس. اوضاعش بین منتقدین خیلی خوبه و توی قلب من جایگاه ویژه داره این فیلم. اگه دنبال فیلم های اکشنی هستی که از اول تا آخرش شلیک داره، تیراندازی داره، رانندگی داره، چون اسم فیلم رانندگیه، رانندگی های عجیب از ابتدا تا انتها داره، اصلا این فیلم به درد نمیخوره. یه چند تا نظر بخونیم. انتظار نداشتن انقدر ضعیف باشه. نه رانندگی آنچنانی کرد، نه شخصیت منفیشون قدر منفی بود. بعد توصیه کرده خداوکیلی بیبی درایور شاهکار پیشه این. دقیقا همونه. اگر با فرمول هایی که از ژانر اکشن توی ذهنتون میخواین تماشا بکنید، درایو لذت بخش نیست براتون. آره بیبی درایور توی اون ژانر اکشن مرسوم خیلی فیلم خوبیه، تماشا کنید لذت ببرید. این یه اکشن هنرمندانه است. نظرات منفی بیشتر گرفتم از نظرات مثبت بعد از معرفی این فیلم، راستشو بهتون بگم. اما من اگه این فیلمو نمیدیدم واقعا چیز مهمی رو از دست داده بودم. یکی از فیلم‌های محبوب منه. نمره IMDb‌ش 7.8، راتن تومیتوزش 92% و 72% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلمو دوست داشتن. لطفاً یه خورده فکر می‌کنم تصمیم گیری سخت شد برای اینکه این فیلمو تماشا بکنید یا نه. لطفاً کسایی که این فیلمو دیدن حتما کامنت بذارن و کمک بکنن به بیننده‌های این ویدیو که تصمیم بگیرن فیلمو تماشا بکنن یا نه. من توصیه می‌کنم ببینید. و فیلم پنجم و آخرین پیشنهاد این قسمت از برنامه، حیوانات شبگرد، تریلر روانشناسانه نئونوار، کارگردان تام فورد، 2016 آمریکا. بسته‌ای به دست سوزان میرسه از طرف همسر قبلیش که یه نویسنده جوونه. این یه رمانه که نویسنده دوست داره اولین کسی که قبل از انتشار اونو میخونه سوزان باشه. رمان حیوانات شبگرد. همزمان که سوزان رمان رو میخونه، ما هم قصه رو توی ذهنش میبینیم. داستان اینجوریه که ادوارد به همراه همسر و دختر خیلی جوونش شب توی یک جاده کم تردد به سمت مقصدی میرن. چند تا جوون که حالت نرمال ندارن شروع میکنن به ایجاد مزاحمت و ماشینشون رو به زور از جاده اصلی منحرف میکنن. زن و دختر ترسیدن، مرد بیشتر. لحظه ی نفسگیر و آزاردهنده‌ایه. ادامه دادن داستان هم برای سوزان هم برای ما سخته، اما دیگه چاره ای نیست. عطر تام فورد یادتونه؟ این همه آدم است، تام فورد، این طراح مدل معروف. گفت میخوام فیلم بسازم. همه گفتن این بچه سوسول چی داره میگه؟ بچه پولدار فکر کرده متوهم فیلمم میتونه بسازه. دو تا فیلم ساخت و به شدت همه رو غافل گیر کرد. یکی از این فیلم های خوب حیوانات شبگرد. نمره IMDb‌ش 7.5، راتن تومیتوزش 74% و 71% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلمو دوست داشتن. کلا جک جیلنها رو دوست دارم، چون از شجاع ترین کاراکترها تا ضعیف ترینشون
از منفی ترین تا مثبت ترینشون رو همه رو خوب بازی میکنه. توی این فیلم هم نقش دو نفر رو بازی میکنه و در هر دو نقش عالیه. فیلم تلخ و تاثیرگذاریه. بازی ها فوق العاده است. سکانس پایان بندیش یکی از بهترین پایان بندی های سینماست و چیزی نیست که آدم به راحتی بتونه فراموشش بکنه. نظراتو بخونیم. از اون فیلم هاست که بعد از تمام شدنش خیلی بهش فکر میکنی. دقیقا این فیلم شاهکاره و متاسفانه دیده نشده. آره 22 میلیون هزینه ساخته شده، 32 میلیون فروخته. فکر نمیکنم برای تام فورد خیلی مهم باشه، پول داره، ولی چه حیف که خوب دیده نشده. فیلمیه که تو خاطرم میمونه همیشه، واقعا اکثریت همینه نظرشون که واقعا اثرگذاره و فراموش نمیشه. بعد از دیدن این فیلم هر موقع بیکار میشم مشتام و پنجامو تقویت میکنم. اینو کسایی که این فیلمو دیده باشن میدونن علتش چیه. انتقام به سبک نویسنده. اینم کسایی که فیلمو دیدن میدونن منظور چیه. اکثرا نظرای مثبتی اومد توی کامنت ها. نظر شما چیه؟ کسایی که این فیلمو دیدن لطفا کامنت کنن، نظرشون رو بگن، کمک بکنن به دیگران. اگر به حال احوالت میخوره ببر توی لیست تماشات. من خیلی دوست داشتم این فیلم. این بود قسمت اول این برنامه، امیدوارم که ازش لذت برده باشید. هنوز اسم نداره، تا قسمت بعدی سعی میکنم براش اسم بذارم. بهترین فیلم ها چطوره؟ یا بذاریم مثلا فیلم هایی که باید دید. بین بهترین فیلم ها و فیلم هایی که باید دید لطفاً بگید کدومش بهتره، کدومش رو بذاریم اسم این برنامه باشه. ما چند تا برنامه داریم دیگه، ببینیم یا نداریم. پاپکورن پلاس داریم، پاپکورن داریم، اینو چی بذاریم؟ بذاریم بهترین فیلم ها یا فیلم هایی که باید دید. کمک بکنید به من توی این زمینه. امیدوارم به دردتون خورده باشه این برنامه و دو سه تا فیلم خوب حداقل سیو کرده باشید. خدافظ.